سلام، در این ویدیو نحوه نصب نرم افزار نوتپد پلاس پلاس رو به شما نشون میدم. قبل از اینکه با زبان اسکریپت کار کنیم لازم هست این نرم افزار رو نصب کنیم. حجم این نرم افزار هم کم هست و یک نرم افزار رایگان هست و نیازی به کرک کردن نداره. پس نگران این نرم افزار نباشید و میتونید باش کار کنید. این نرم افزار فری هست و نسخه جدید این نرم افزار هم 6.8.3 هست که البته نسخه 6.5.5 هم کار ما رو راه میاندازه. برای دانلود این نرم افزار هم میتونید به سایتی که بهتون نشون دادم مراجعه کنید. بر روی این نرم افزار کلیک راست کنید و اوپن رو بزنید. اینجا لیستی از زبانهایی که میتونیم استفاده کنیم وجود داره. اینجا زبان فارسی Persian Language وجود داره و حتی زبان ایتالیایی هم اینجا هست. پس من انگلیش رو انتخاب میکنم و دکمه اوکی رو میزنم. اینجا یک پنجره خوش آمدگویی به ما نشون میده و دکمه نکست رو بزنید و در این بخش از مرحله لایسنسی وجود داره که در این لایسنس به ما نشون میده که این نرم افزار یک نرم افزار آزاد هست و البته رایگان هم هست. بر روی دکمه وسطی کلیک کنید و موافقت خودتون رو با این لایسنس اعلام کنید و اینجا هم یک مسیر رو به صورت پیش‌فرض به ما نشون میده. من درایو دی رو برای نصب نرم افزار انتخاب میکنم چون نرم افزار هم در درایو دی نصب میشه. نکس رو بزنید و اینجا هم بدون اینکه تنظیمات رو تغییر بدید دوباره نکس رو بزنید و اگر خواستید که تغییراتی بر اساس آنچه که در اینجا وجود داره رو کلیک کنید، انتخاب کنید و چک باکس رو بزنید. من اینجا یک شورتکات رو لازم میدونم که بر روی دسکتاپ باشه. دکمه انستال رو میزنم و اینجا هم به ما میگه آیا میخوای نرم افزار رو اجرا کنید. بگذاریم نرم افزار اجرا بشه. فینیش رو بزنید و اینجا به ما نشون میده که این نرم افزار دارای یک سری ویژگی ها هست و البته یک سری باگ ها هم در اینجا تصحیح شده. من این تب رو میبندم. من کنترل وی رو میزنم و همینطور که میبینید کلمات و حروف با رنگ سیاه نمایش پیدا میکنه و این نشون میده که اسکریپت دارای سبک خام هست و سبک زبان برنامه نویسی در اون پیاده نشده. برای این کار کافی هست به منوی فایل گزینه سیو اس رو انتخاب کنید و یک اسم رو وارد میکنید، مثلا تست، و پسوند اون رو هم به صورت .sc2 مشخص میکنید و دکمه سیو رو میزنید. همینطور که مشاهده میکنید فایل با این پسوند ذخیره شد و اینجا به منوی لنگویج و گزینه F و فلش اکشن اسکریپت رو انتخاب میکنیم. با انتخاب گزینه فلش اکشن اسکریپت پسوند .cs2 به این فرمت نمایش پیدا میکنه. پس یه قانون رو از الان رعایت کنید و وقتی که یک فایل رو ایجاد می کنید ابتدا این فایل رو ذخیره کنید، مثلا test2.sc2، و سپس زبان فلش اکشن اسکریپت رو انتخاب کنید و سپس شروع به تایپ کد ها کنید و بعد از اینکه کد هاتون رو تایپ کردید دکمه سیو رو بزنید. پس هر بار که
میخواید یک اسکریپت جدید رو ایجاد کنید، فایل نیو رو بزنید و سپس فایل رو ذخیره کنید و مثلا در اینجا تست 3 دات sc2 رو وارد کنید که پسوند زبان اسکریپت نویسی S2 اسکریپت هست و دکمه سیو رو بزنید و سپس به منوی لنگویج مراجعه کنید و مثلا فلش اکشن اسکریپت رو انتخاب کنید و بعد از اینکه کد هاتون رو تایپ کردید دکمه سیو رو بزنید. این باعث میشه که کد هاتون با رنگ های مختلف نمایش پیدا کنید. برای بزرگ نمایی و کوچک نمایی کد ها لازم هست که ناملاک صفحه کلید رو که در سمت راست صفحه کلید وجود داره روشن کنید و دکمه کنترل بر روی صفحه کلید رو نگه دارید و دکمه مثبت رو بزنید. این باعث میشه بزرگ نمایی انجام بپذیره. اما اگر میخواید کوچک نمایی رو انجام بدید، کنترل رو نگه دارید و دکمه منفی رو بزنید. البته از طریق گزینه زوم در منوی ویو میتونید این کار رو هم انجام بدید. این صورت. برای ادامه مباحث به درس بعدی مراجعه کنید.